وزارت بهداشت اسپانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که شش تن دیگر نیز به دلیل ابتلای احتمالی به ویروس ابولا به قرنطینه منتقل شدند و تعداد کلی افرادی که در قرنطینه به سر میبرند به هفت تن رسیده است همزمان به گزارش این وزارتخانه وضعیت جسمی پرستاری که تنها مورد تایید شده از مبتلایان به این ویروس است وخیمتر از قبل است ترزا رومر پرستاری که در بیمارستان کارلوس سوم در شهر مادرید فعالیت میکرد یکی از اعضای تیم مراقبت از دو مبلغ مذهبی بود که در پی ابتلا به ویروس ابولا در آفریقا به این بیمارستان منتقل شده بودند زاویه رودریگز رئیس بهداشت منطقه مادرید میگوید همه میدانند که بیمار از زمانی که بستری شد هر گونه تماس بدون محافظت را تکسیب کرده اما اکنون به نظر می رسد که او تماسهایی با پزشک خود داشته که این یک خطای انسانی است اگرچه او از دستکش برای معاینه او استفاده کرده است ابتلا این پرستار به ویروس ابولا اعتراض گسترده ای پرستارهای این کشور را نسبت به عملکرد وزارت بهداشت اسپانیا در پی داشته سخنگوی اتحادیه پرستاران میگوید آنها قوانین مشخصی که در این موارد باید استفاده شود را شکستند و آن را انجام ندادهاند الان موضوعی نیست که پرستاری که مبتلا شده دروغ میگوید یا خیر یا اطلاعاتی را مخفی میکند یا خیر مهم این است که قوانین در نظر گرفته شده برای این مورد آنطور که باید اجرایی نشدند. همزمان وزیر بهداشت اسپانیا از اقدام به تشکیل جلسه اضطراری برای مقابله با نخستین مورد ابتلا به ویروس ابولا در اروپا خبر داده است.